زگیل ها یا وارتس ها، این دودای کوچک غیر سرطانی زمانی ظاهر میشن که پوست به یکی از ویروس های متعدد خانواده ویروس پاپیلیومای انسانی یا هیومن پاپیلیوما ویروس یا HPV آلوده بشه. همراهان عزیز کانال سلام، امیدوارم که سالم و سلامت باشین. امروز قراره در مورد زگیل ها یا وارتس ها صحبت کنیم. اگر آمد با موضوعات زیست شناسی هستین لطفا کانال سابسکرایب کنیم. این ویروس باعث رشد سلول های اضافی میشه، یعنی ویروس HPV، که باعث میشه لایه بیرونی پوست در اون نقطه زخیم و سخت بشه، در حالی که زگیل ها میتونن در هر نقطه ای از پوست رشد کنن. به احتمال زیاد زگیل روی دست و پا بیشتر مشاهده میشه. نوع زگیل بستگی به محل و ظاهر اون داره. از اونجا که سیستم ایمنی بدن هر فرد به طور متفاوتی به ویروس واکنش نشان میده، هر فردی که با HPV تماس پیدا میکنه دچار زگیل میشه. HPV در حقیقت همون هیومن پاپیلیوما ویروس یا ویروس پاپیلیومای انسانیه. اما اگر به طریقی به پوست آسیب وارد بشه، ممکنه راحت‌تر بی ویروس درگیر شه. به همین دلیله که افرادی که بیماری‌های مزمن پوستی دارن، مثل اگزما یا افرادی که ناخن‌های خودشون رو میجوند، بیشتر مستعد ابتلا به زگیل هستن. کودکان و نوجوانان بیشتر از بزرگسالان دچار زگیل میشن، چون سیستم ایمنی اونا در برابر بسیاری از انواع HPV نمیتونه دفاع کنه. افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی هم دارن، مثل افرادی که مبتلا به HIV هستن یا از داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی استفاده میکنن، همچنین مستعد ابتلا به زگیلن، زیرا بدن اونا ممکنه نتونه با ویروس مقابله کنه. زگیل ها بسیار مصری هم عمدتاً از طریق تماس مستقیم با پوست منتقل میشن، مثل زمانی که زگیل ها لمس شه و سپس ناحیه دیگری از بدن با همان دست آلوده، اگه با همون دست آلوده لمس کنیم اون ناحیه هم آلوده خواهد شد. همچنین ممکنه زگیل ها با چیزایی مثل حوله یا تیغ که روی بدن فرد مبتلا یا بدن دیگران استفاده شده بتونه پخش بشه. زگیل ها در حقیقت بیشتر پوست مرطوب و نرم و آسیب دیده دوست دارن. این رویش های گوشتی رنگ اغلب در پشت دست ها، انگشتان، پوست اطراف ناخن ها و پاها وجود داره. اونا معمولا کوچکن و به شکل برامدگی سخت و سفت ظاهر میشن. اونا ممکنه دارای نقاط سیاه رنگی باشن که شبیه دانه ای که واقعا لخته های بسیار کوچکی به وجود میاره. به طور معمول زگیل ها در جایی که پوست پاره شده بیشتر ظاهر میشن، مثل بروز پارگی در پوست اطراف ناخن ناشی از جویدن ناخن. در صورت ادامه جویدن ناخن ممکنه ویروس از دستان به صورت در حقیقت فرد دیگه هم منتقل بشه، به صورت خود فرد در حقیقت منتقل بشه. نوع زگیل های دیگه هم داره، اسم زگیل کف و پا. برخلاف سایر زگیل ها، زگیل کف و پا که به نام میخچه پا هم گفته میشه، فشار ناشی از راه رفتن و ایستادن باعث رشد اونا در پوست میشه. ممکنه فقط یک میخچه یا یک خوشه ای از میخچه که به نام زگیل موزاییک گفته میشه اونو فقط داشته باشیم. از اونجایی که میخچه های صاف محکم و ضخیم هستن، اکثریت اونا به راحتی میتونه اونا رو با پینه کف پا اشتباه گیره. برای تفکیک این دو از یکدیگر به دنبال نقاط سیاه روی سطح میخچه باشه. جنبه مثبتی زگیل ها اینه که اینا معمولا کوچکن، شاید عرض اونا به حدود 1.8 سانتی متر برسه و نرمتر بودن اونها یکی از دیگه خصوصیات اوناست. اونا تمایل دارن در تعداد زیادی رشد کنن، اغلب ممکنه بین 20 تا 100 تا از اونا در یک زمان رشد کنن. همچنین زگیل های صاف معمولا روی صورت کودکان، نواحی ریش مردان و پاهای زنان هم ممکنه علاوه بر دست ها ظاهر بشه. زگیل های نخ مانند دیگر نوع دیگر از زگیل ها، زگیل ها که سری رشد میکنن شبیه نخن و گاهی اوقات مثل برس های بسیار ریزن. از اونجایی که اونا روی صورت در اطراف دهان، چشم و بینی رشد میکنن، ممکنه دردناک و آزاردهنده باشن حتی اگه صدمه ای به اونا وارد نشه. نوع دیگری از زگیل داره به اسم زگیل ناحیه تناسلی. اینو زگیل از طریق رابطه جنسی با فرد آلوده منتقل میشه. اونا ممکنه شبیه برجستگی کوچک، پراکنده، همرنگ پوست یا شبیه خوشه ای از برامدی ها باشن که شبیه گلکلم های دانه بسیار کوچک گلکلم در اطراف اندام تناسلی فرد آهسته آهسته ظاهر بشن. حتی اگه به راحتی اون رو نبینیم، سعی نکنیم شخصا زگیل تناسلی از بین ببریم، بهتره که سریعا به پزشک مراجعه کنیم. انواع دیگر HPV که میتونه باعث سرطان بشه، ممکن است طریق رابطه جنسی همچنین منتقل بشه، از جمله از طریق رابطه جنسی دهانی و مقعدی. با گذشت زمان بدن اغلب مقاومت ایجاد میکنه به مرور زمان و با زگیل تلاش میکنه مبارزه کنه، اما ممکنه ماها یا حداکثر تا 2 سال هم طول بکشه تا اونا کاملا ناپدید بشه اگر پروسه درمانی شروع کرده باشه. در بزرگسالان زگیل اغلب حتی بیشتر، شاید چندین سال یا بیشتر هم ممکنه بمونه. برخی از زگیل هرگز
از بین نمیرن. پزشکا مطمئن نیستن که چرا برخی از زگیلا اینقدر مقاومت زیادی دارن و برخی دیگه اینقدر سریع از بین میرن. اکثر زگیلا بی‌ضررن و نیازی به انجام هیچ کاری نداره مگه اینکه زگیل دردناک یا خیلی خجالت آور باشه. منتظر موندن برای از بین رفتن زگیلا میتونه نتیجه معکوس داشته باشه. ممکنه زگیل بزرگتر بشه، ممکنه زگیلای جدیدی ظاهر بشه یا اونا رو به شخص دیگر انتقال بدیم. بهترین درمان بستگی به سن و سلامتی جسمی و نوع زگیل داره، اما هیچ درمان قطعی برای HPV وجود نداره. بنابراین برخی از ویروس ها ممکنه پس از بین رفتن زگیل در پوست باقی بمانن به صورت نهفته و بعداً دوباره عود کنن و ظاهر بشن. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشین. اگه تا حالا به کانال نپیوستین و علاقه‌مند به موضوعات زیست‌شناسی هستین، کانال رو سابسکرایب کنین. سوال اگر داشتین حتما در کامنت ها مطرح کنین. روز همه شما بخیر، موفق و پیروز باشین. خدا نگهدار.